نام خدا ای چراغ بیت و لحظان فرزندان زهرا ای فاطمه دوم خانه علی و ای مادر پسران شفاعت حسین علیه السلام و فاطمه شاه بیت قزل عاشقانه زندگیت خواهد بود و ماه درخشان وجودت سر و رعنای امیدت عباس سرمایه جاودانه دنیا و آخرتت باشد خوشا به سعادتت ای مادر پسران مادر پسران دلیل و زخائر حسین ای مادر شیر مردان شهید ام البنین سلامت باد و درود بی پایان خدا به روح بلند شما امام زمان مهربونه سلام دلم خواهد به شما حرف بزنه آخه مامانم میگن شما حرف همه بچه ها رو میشنوید میخواستم بگم خیلی دوستتون دارم از ده هم تا بیشتره همین همهش دعا میکنم شما بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی کل ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاده سعا و فی کل سعا ولی محفظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارض طوعا و تمتاهو فیها طویلا اللهم عجل ولی الفرج با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام وقتتون بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه دخیل امیدوارم هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین در آستانه ایام شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها هستیم امیدوارم که پس از دریافت معارف فاطمی بتوانیم با اون کسی که خودش رو فدایی خانه فاطمه معرفی کرد به ادب رفتار کنیم و انشاءالله خدا از ما قبول بکنه این عرض ارادت و خاکساری رو با من همراه باشید با برنامه دخی حضور و همراهیتون در کنار ما هستید و ما هم سعی میکنیم شبها برنامه دخیل رو تقدیم شما بکنیم و از خداوند منان مسئله داریم لذت خدمتگذاری از طرفی و از اون طرف در مکتب اهل بیت بودن رو به ما بچشاند از دعاهای خاصه امام سجاد صلوات الله و سلام علیه همینه که خدایا شیرینی و حلاوت مناجات و ذکر خودت رو به من بچشان که اگر این چنین بشود برای همه مردم اون طعم ایجاد یک اشتیاق میکنه و ایجاد یک فرصتی میکنه به جهت اینکه با خدای خودشون بیشتر معنوس بشوند و عبادت بکنند یعنی قاطباً آدمهایی که از مناجات با خدا، خواندن نماز، زیارت رفتن، هیئت رفتن و مسائل این چنینی فراری هستند مال اینه که اون تعم رو و اون لذت رو نچشیدند و لذا براشون خیلی نقطه عط و نقطه تشویق کننده ای نیست به جهت اینکه بیان و در مکتب اهل بیت قرار بگیرن اما نگاه میکنی بچه کوچیک به خاطر صفای باطنش اون مزه رو دریافت میکنه تا یه سنینی که هنوز شیطان هم روی او سرمایه گذاری نمیکنه لذا نماز میخوانه هیئت میاد سینه میزنه بخواد بخشندگی بکنه با خلوص نیت هست و تمام دستورات دینی رو توی زیر سن تکلیف انجام میده اما سر از تکلف و قانونمندی در مکتب اسلام که پیدا میکنه تازه بنای نافرمانی میگذاره چرا؟ چون تلاش نمیکنه اون شیرینیه رو به جان خودش بنشونه چون فکر میکنه زور و اجبار در این نماز هست آری شما وقتی وارد مکتب رانندگی میشوید موظفید قوانین رو رعایت بکنید این رو همیشه برای خودتون بگذارید اینی که میگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا درستتر بگم حرفمو اینی که ما به همون تق... تلقین کردند که آقا لا اکراه فی دین پس چرا ما باید وقتی میایم توی دین زورکی حجاب بگیریم اینها توضیحش اینجاست در انتخاب دین اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا دین دیگر شما اکراهی ندارید میتونید مسلمان نشید که اگر اهل تحقیق باشید که اسلام هم دستور به تحقیق داده در ابتدای تمام رساله های عملی امام هست تحقیق کنید بعد وارد بشوید که اگر تحقیق بکنید همه خواه به سمت اسلام روی میارن خیلی جالبه اونهایی که توی مکاتب دیگه هستن اهل آمن وقتی تحقیق میکنن میبینن بهترین و کاملترین زیباترین دین دین اسلامه و میان مسلمان میشوند و اونهایی هم که سرشون میشه میان شیعه میشوند حالا اگر نه که به فرق دیگه متاسفانه رو پیدا میکنن اما در انتخاب شما لا اکراه دینی میتونی انتخاب بکنی میتونی انتخاب نکنی اما وقتی انتخاب کردی باید در چارچوب قوانین خودت رو ببینی اصلا دین یعنی نظاممند شدن چارچوب دار شدن این تعریف منه ها شاید کسی دیگه یک تعریف دیگری داشته باشه عین رانندگی شما هیچ اجباری نداری که رانندگی بکنی میپذیری که راننده بشوی پشت رول بشینی فرمان رو در دست بگیری از اینجا به بعد اجبار داره چون نظاممند میخوای بشی چون چارچوب داره رانندگی باید چراغ قرمز رو رعایت بکنی باید حجاب بگیری باید خمس بپردازی باید زکات بدی باید کمربند ببندی باید ترمز بگیری و الا سر از تصادف در میاری پس این چارچوبه حرفمو برگردم توی یه حلاوت و شیرینی بودم چگونه میتوان حلاوت و شیرینی رو دریافت کرد یک چشمش یک وجه دریافت این حلاوت کسب توفیقه یعنی از خدا بخوای که هم توفیقش رو بهت بده همین شیرینیه رو بهت نشان بده به چشونه به شما مطلب دوم اینه که تصورت این نباشه که من دارم کار اجبار انجام میدم لذا وقتی صدقه میدی وقتی خمس میدی وقتی زکات مالت رو میپردازی وقتی میخوای امر به معروف و نهی از منکر که معروف معرفی ولایت امیر مؤمنان و اولاد معصومینش هست وقتی این کارا رو انجام میدی با این نگاه و نگرش چون ببینید مردم ما بخش زیادی از کارهایی که انجام میدهیم یا انجام نمیدهیم ناشی از رشته فکر و باورهای ماست اگر بچه ای باور کنه که تحت اجبار باید بره نون برای خونه بگیره همه توانش رو بر خودش جمع میکنه که از زیر این بار مسئولیت در بره اما اگر به این فرهنگ برسه که نون گرفتن برای خانه یعنی خدمت یعنی کسب رضایت خداوند متعال اون وقته که با برادر خودش دعوا میکنه که من بذار امرو برم نون بگیرم اون میگه نه بزار من برم تو گرفتن و توی صحف نونوایی ایستادنه با هم دعوا میکنه یه مثال بزنم توی کربلا بر این باور غلط رسیدن که کشتن سید و یعنی کسب رضایت خدا و بهشت لذا برای اینکه سر از تن عزیز فاطمه جدا بکنن با هم دعوا میکردن اینه که میگم توی فکر و عقل من و تو اگر یه چیزی بنشینه همه زندگی من و تو رو تنظیم میکنه پس به این باوره برسید آی جوونا حتی بزرگترا فرقی نمیکنه به این نتیجه برسید که عبادت خدا یعنی دریافت یک سمن یک طلا که به هر کسی داده نمیشه مگر کسی میتونه توی هیئت بیاد طرف تا دم هیئت میاد وای میسه ایسکای سلواتی هیئت رو میخوره ولی نمیتونه توی مجلس حاضر بشه نگید کار دارم هزار و یک کار تو زندگی همون داریم ولی برای اون کاری که به فکر میکنیم برامون نیازه وقت رها میکنیم برای اینکه برم با دوستم توی کافی شاپ بشینم یه قهوه بزنم کلی اشغال بکنم تمام برنامه هامو میریزم کنار چون اونو فکر میکنم برام نیاز اولویت داره اونی که معرفت به مادرش داره تمام کاراش رو تنظیم میکنه امر مادرش رو اجرا بکنه پس خیلی وقتها اولویت تغییر میکنه توفیقه رو نداریم میتوان اینها رو ایجاد کرد میتوان به این فکر و ایده رسید که آقا خدمت در مکتب اهل یعنی چشیدن حلاوت یعنی دریافت کاپ قهرمانی یعنی و و و لذا یک بانو مانند حضرت فاطمه کلابیه که بعد هم به خاطر داشتن فرزندان به ام ملبنین یعنی مادر پسران ملقب می شود با این دیدگاه پا تو علی میذاره نه با این دیدگاه که من بشوم همسر بشوم خانم این خونه با این ایده که من اگر خادمه این خانواده باشم سرفراز دو عالمم با این ایده میاد و فاطمه دوم خونه علی میشه سلام و درود خدا برو باد <applause> خدا رو شاکریم که خدمتگذار مکتب اهل بیت و شما مردم هستیم دیگه خیلی آتون با داستان سفره حضرت ام البنی و این نوع توسل آشنایید از قدیم و یاد ما دادن توی مشکلات و گرفتاریهاتون خاصه اگر گره های کوری دارید یک سفره بیندازی خیر به دیگران هم برسه و انشاءالله خداوند به برکت این حرکتی که شما زدید بهتون نگاه بکنم قرضی دارید گرفتاری دارید آبرو من دید به برکت نام مبارک حضرات معصومین که آبرو در درگاه خداوند دارن حاجت شما و نیاز شما برطرف بشه ما با توجه به بیت العباس بودن و استقبال شما مردم محترم و بینندگان عزیز بنا رو بر این گذاشتیم در این برنامه‌ای که مبنای ایجاد فرهنگ انفاق هست هفته چهارم محوریت رو به نام این بانو بگذاریم که انشالله دل عباس ابن علی علیه السلام به خاطر احترام به نام مبارک مادرش به سمت ما معطوف بشه و انشالله به برکت این سفره این نام خدا حاجت و مشکلات و صعوبات زندگی ما رو به سهل و آسانی مبدل بفرماید از شما بینندگان هم خواستیم که حالا ویژه حاجت هاتون و التماس و دعاهاتون رو به برنامه ما ارسال بکنید و اگر هم دوست دارید میتونید بانی این امر خیر باشید که خب این هفته چند نفری از شما بینندگان عزیز بانی مالی شدید که این سفره این چنین آزین شده ممنون داره تک تک شما هستند بمانه در خفا چه کسانی حضور پیدا کردند با ما ولیکن یاد و خاطره اونها رو در کنار این سفره با برکت به زبان جاری کردیم دوستان روابط عمومی نشانه یادآوری رو برای اونها از طریق واتساپ و یا راه ارتباطی دیگری ارسال کرده و اما شماره اختصاصی برنامه رو که پیام هاتون رو بتونید روش بفرستید 2098 993 323 0575 و ممنون که ما رو قابل میدونید و پیام هاتون رو برای ما ارسال میکنید اجازه بدید برم کنار زریه نمادینمون و پیام های شما خوبان رو بخوانم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم از هاتون قبول ممنون و خدا قوت بابت زحماتتون. لطفا اسم های زهرا، نگار، محسن، خانم زارزاده، عبدالرزا رو در سفره حضرت عمول بنین سلام الله علیها هم بنویسید اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها ۷ دو سفر خدا به شما هم خیر بده انشالله که حاجت روا بشید دوستانی که نامشون رو برای ما ارسال کردین هم هم به حاجت قلبیشون برسن اگر هم بیمارن که انشاءالله لباس آفیت به تنشون پوشانده بشود فاطمه راموز پدر و مادرم و اموات حقیر فراموش نشود مریم قروی انشالله خدا به شما خیر بده با عرض سلام و ادب اللهم عجل لولی کلفرج شفای کلیه بیماران من جمله فرح صاحب نیا بطول سباق فرش مریم خانم و من حقیر سیما هیدرپور انشاءالله همه با آفیت حاجت روا باشند و کلیه کسانی که در این شبکه مقدس زحمت میکشند خداوند عمر طولانی با صحت و سلامت و با برکت عطا بکنه اجرتون با پنجتن و لبخند رضایت امام زمان نصیب شما باشه ممنونم از شما سرکار خانم هیدرپور با 912 ی که برای ما پیام فرستادند و نام دوستانشون و آشنایانشون رو هم برای ما فرستادن 936 2443 تعداد اسامی از دوستانشون رو فرستاده پریچهر حمید زیبا میری منوچهر بهداروندی مرحوم علی اسکر بهداروندی و مرحوم الله بس بابادادی مرحوم ماهطلای اسدپور عزت الله بازوندی و مهیار بازوندی همه دوستان از زنده ها ان برکت میگیرن از این سفره و امواتی رو هم که مد نظرتون بوده نامشون رو برای ما فرستادید ان سر سفره مرتضی علی میهمان باشند سلام علیکم از شما خواهش میکنم برای شفا و عافیت خواهرم که اسمش زهرای جمشیدی هست دعا کنید هم بارداره هم بیماری سر داره از خانم امول بنی میخوام دست خالی بر نگردونن ما رو التماس دعا دارم خدمتتون 901 98 16 ان به آبروی حضرت تو به حاجت قلبتون برسید و خدا مطلوب شما رو براتون رقم بزنیم سلام نظری سفری از تو فرستادن فیشش رو هم برای ما ارسال کردن بسیار ممنون متشکرم خدا ازتون قبول بکنه اسم بیمارشون رو هم میخوانیم سفورا سباقی ان که خدا بهتون خیر دوچندان بدهد من شماره تلفن 915 که میبینم یاد مشهد و امام رضا میافتم تمام بینندگان با هم قول بدیم هر کجا میریم شما که در مشهد و رضا علیه السلام هستید منی که در قوم مقدسه هستم کسی دیگری در شیراز و احمد ابن موسا شاه چراغ رو در کنار خودش داره یا دوستان دیگر امامزادگان لازم و تعظیمی که هستند جدیدا شهر قزوین بودن و امامزاده حسین ابن علی ابن موسر رضا رو زیارت کردن به نیابت از شما که آقازاده امام رضا هست هر کجا میریم همدیگر رو دعا بکنیم چون فرمودند به زبانی که گناه نکرده دعا بکنید چه جونی؟ من برای دیگری زبانم گناه نکرده دعا بکنم کما اینکه صدیقه طاهره هم به ما یاد دادن اجار اجار ثم پس در حق هم دیگه دعا بکنیم ان خداوند متعال نگاه میکنه و در حق ما هم عنایت خواهد داشت شما این مسئله رو در ذهنت داشته باشید این کاسه آش الان جلوی منه تا برای دیگران از این کاسه من بکشم ظرف اونها رو پر بکنم اصلش در کنار من و جلوی من خواهد بود اما اگر که من فقط برای خودم بردارم و برای دیگری کاری نکنم خب این ظرف رو از جلوی من بر میدارن جلوی نفر دوم میگیرن دیدی توی مهمونی ها سینی چای رو میارم شما تا چای برمیداری برای خود میذاری برای اون طرفیت میذاری برای اون طرف مجبورن اصل این سینی که پر از سین... چایی رو جلوی شما نگه دارن. اما اگر یه دونه برداشتم بی‌خیال باقی شدم خب سینی رو میبرن جلوی دیگری جلوی دیگری جلوی دیگری میخوام بگم اگر از مالت از خیری که به تو رسیده از نعمتی که خداوند متعال به تو داده به دیگران هم برسونین اصل نعمت جلوی شما باقی میمونه اما اگر که به فکر دیگران نباشی از تو میگیرن به یکی دیگه میدن پس مشهدی ها به فکر دوستان دیگرشون باشن تو مشهد و رضایی ولی طرف تو بندر عباس له میزنه برای یک سلام به امام رضا تو بگو رفیق نمیدونم کی از من به نیابت از تو زیارت میکنم یا در فضاهای دیگه عبادتی هستی توی مسجد جامعه ای دور کت نماز خوندید میخوای تسبیحات از زهرا بگید نیت بکنید به نیابت از همه دوستانی که حتی شاید نمیشناسین قاطبه شیعیان مرتضا علی واور کنید همه تو شریکت اللهم عجل ولی کل فرج راضیه شریفات و همسرم رضا و فرزندانم مبینا و مبین و حسین تو رو خدا سر سفره و ملبنین توی دعاهاتون فراموشم نکنید خوشا به سعادتتون 916 99 -64. الهی که همتون سر سفره مرتضی علی متنعم باشید خب یک پیام دیگه بخونم سید جواد سید محمد علی سید میم سید واو محمد تقی محسن سید محمد علی دو نمیدونم حالا منظورش یک کسی دیگر است سیف و سید محمد شفا از آقا برای ما بخواهید 939 چهار شماره آخر 62 صفر هفت همینجور که دارم پیامای شما رو میخوام لابلا پیاما بگم این هفته استثنان به خاطر بار سنگین در هفته های گذشته یک هفته نتونستیم قرعه کشی داشته باشیم در کنار سفره از تومول بنین قرعه کشی پرچم رو هم خواهیم داشت اگر کسی رو میدونید که هنوز پای گیرنده ننشسته برای همراهی با برنامه دخیل همین الان بهش خبر بدید با عرض سلام کامران رحیمی نعمتی پور این دو نفر بیمار هستند التماس دعا داریم 913 47 20 نو. خدا به شما هم خیر عنایت بکنه بیننده عزیزی که این پیام رو برای ما فرستن 915 سف هم التماس دعا گفتن من یه تعداد پیام رو اینجوری تونتون بخونم 936 82 29 سلام و عرض ارادت کردن مصبت 93 74 4 شماره آخر 51 ۴۵ هم سلام من علی اکبر هستم از افغانستان من و خانوادم آرزوی حرم امام رضا رو داریم ببین اما حرفی که زدم از شما التماس دعا داریم انشالله که همه به آرزوهاشون برسن ان شما هم به آرزوتون برسید با آرامش و امنیت به مشهد رضا زیارت بکنید با عرض سلام خدمت شما و همکارانتون من یاری هستم از کابل لطفا در حق مریض ما هم دعا بکنید خدا ان به شما هم سلامتی بده و مریضتون رو شفای عاجل السلام علیکم یا ابا عبدالله السلام علیک یا بی بی فاطمت الزهرا السلام علیک یا زینب کبرا یا شاه شاهان علی مرتضا خیلی التماس دعا دارم دلم گرفته همه ها... همه رو حاجت روا و من رو هم فراموش نفرمایید زهرا جان باز از افغانستان خب اجازه بدید یه فاصله تقدیم شما بکنیم برگردیم دقایقی توسل داشته باشیم و سلام بدیم به محضر سید و در کنار این سفره با خیر و برکت شبکه جهانی بیت عباس علیه السلام با هدف ترویج و نشر فرهنگ غنی تشیع به جهانیان و حفظ بنیان خانواده با گیری از آموزهای دینی و ارتباط قلبی و معنوی با مقام والای علمدار کربلا حضرت اول فضل العباس علیه السلام با همت و همیاری جمعی از شیعیان و محبان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام قدم در این عرصه حساس و تأثیر گذار گذاشته است لذا از آن سو که این شبکه وابسته به هیچ شخص نهاد سازمان و یا ارگانی نمی باشد برای هرچه بهتر شدن و پیشرفت روزافزون در ارائه صحیحترین بهترین و تأثیرگذارترین برنامه ها نیاز به مشارکت جمعی شیعیان در این مهم می باشد شما می توانید با در نظر گرفتن مبلغی به صورت ماهیانه یاری رسان ما در اشاعه نور اهل بیت علیه مستلام به سراسر سر دنیا باشید. و در قرعه کشی اهدای کمک هزینه سفر به کربلا مقدسه، اهداء هزینه سفر به مشهد مقدس و اهدای پرچم گنبد حرم حضرت عباس علیه السلام به صورت امانت با ارسال عبارت دخیل یا اول فاز به سامانه پیامکی 1990 164 86 86 و یا از طریق واتساپ به شماره 0990 164 86 شرکت داده شد اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج. فرجا فرهنگ مردم در اینه که جهت ارتباط با حضرت معصومین و به علامتهای مختلف شم روشن می‌کنند و نوعی ایجاد ارتباط و توسله شاید یک وجه شم روشن کردن این باشه که من دنبال نور هستم و خودم الان در ظلمت قرار گرفتن متوسل به حضرات می میشم که این نور به زندگی من راه پیدا بکنه زبان امروزیش طلب انرژی مثبت است و ان الله که نگاه و لطف و مرحمت اهل بیت به زندگی من و شما ورود پیدا بکنه از اون افراد عزیزی که باز به من و شما درس دادند تا خودمون رو خرج اهل بیت بکنیم همین بانوی گرانقدر حضرت ام البنین سلام الله علیها هست منهای شکستن خودش در لحظه ورود به خانه علی فرزندانش رو هم فدایی آقا امیر المؤمنین آقا سید الشهدا شهده آقا امام کرد وقتی من به عنوان یک شخص فرزندانم رو به نحوی تربیت بکنم که در برابر اهل بیت خاک خاک باشند هیچ چیزی رو برای خودشون نبینند این یعنی نهایت خرد شدن در خونه اهل بیت در حالی که عباس ابن علی و دیگر فرزندان حضرت ام البنین که حالا توی اونها قمر بنی هاشم ابل فضل جایگاه ویژه تری رو پیدا کرده می توانستن با انتصابشون به امیر مؤمنان علی علیه السلام با رشادتی که داشتن جایگاه ویژه ای رو برای خودشون داشته باشند و اسمی رو هم برای خودشون رقم می زدن در زمان حیاتشون اما از اونجایی که این ما با مادر و این بانو دست پرورده دامان با بود از قبیله بنی کلاب بود و زمینه ای که خداوند برای خود او رقم زده بود فرزندانش رو گونه ای تربیت کرد که فناه فی امام باشند حلت به فنائکی که در زیارت آشورا و در سلام به سید و میدیم یکیش یعنی همین عباسی که جان عالم به فدای او برای خود هیچ عنوانی رو نمیخواد هیچ اختیاری از خود بروز نمیده مگر آنچه که رضای امام وقتش و ولی او باشه لذا میبینیم که بالا میره خدا هم همه چیز رو برای او به این نهم رقم میزنه پس یادمون نره انفاق فقط در مقوله مالی نیست که آقا من یه پولی دادم چارت فقیر رو نجات دادم یه پولی دادم یک دختری رو از مرحله گناه نجات دادم به جهت اینکه تونستم بسات ازدواج او رو فراهم بکنم یا حتی برای آغازاده ها و فرزندان زکورمون فرقی نمیکنه. من یک مدرسه ساختم اینم, انفاق اینم من سفره ای انداختم هم معارف رو معرفی کردم همین کاری که الان داریم میکنم شکم چهار نفر رو هم در پرتو او سیر کردم و خیلی نزاینه دایره انفاق مردم بسیار زیاده عامل منفعه بودنش شخصی بودنش آینده سمردادنش دادنش و خیلی کارها اینها در هیته انفاق قرار میگیره پس هر جوری میتونید خودتون رو جز این لیست قرار بدید به عرف معروف و معمول در شبهای جمعه توی برنامهمون سعی میکنیم به محضر سید و سلامی رو ارائه بکنیم امشب با این بانوی گرانقدر که هر روز کنار قبور ائمه در بقی شبه قبری می ساخت و بر صاحبان این قبر خیالی یعنی سید الشهدا علیه السلام و فرزندان شهیدش و شهدای کربلا روزه خواند و گریه میکرد به نحوی که مروانه ملعون بر مظلومیت نوع گریه ام البنین گریه میکرد میخوام امشب از شما دعوت بکنم همراه بشید دل هاتون رو اول کربلا ببرم گفت مرق دل یک باب دارد دو هوا که مدینه میرود که کربلا میخوایم بریم کربلا اول سلام بدیم در این شب عزیز به سید الشهدا علیه السلام از اونجا ازن بگیریم و در مدینه مادر تنهایی رو زیارت کنیم که فرمود دیگه به من ام البنین نگویید آخه ام البنین یعنی صاحب فرزندان پسر من دیگه پسری ندارم سلام و درود خدا بر بانوی ادب حضرت ام البنین سلام الله علیه السلام عليك يا مولا يا أبا عبد الله السلام عليك يا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته وَبَغِيَ الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دلاتون رو ببرم مدينة کنار قبر اون بانوی مظلومی که به نام ام البنین هر دل عاشقی سر از مدینه در میاره با لطف و عنایت اوست سلام و دنود خدا بر این مادر مظلوم السلام علیکم یا حلیلت امیر المؤمنین السلام علیکم يا زوجه بني الله يا ام البني السلام عليك وعلى ابنائك وَعَلَى على وَرَحْمَةُ الله وبركاته <applause> یا من همین یه عمر مشکلاتمون حل شده سفره حضرت ام ملبنی روزه میخوندی برا فرق شکست و دست قلم روزه میخوندی برا عموده آهن و مشگالم ای مادر بهشت تو را قصه ها شکست هر بار بیقراری زینب تو را شکست بر سر گرفت چادر زهر آب سکوت کرد آهی کشید و بغز لبت می هوا شکست هر بار یاد فاطمه کردی دلت شکست خانم جا اینقدر عزیز این بانو علی مرتزا خیلی براش احترام قائل هر بار یاد فاطمه کرد دلت شکست وقتی دلت شکست دل مرتزا شکست بی بی جان یا امال بنیم به امید نومدیم در خونه ای هم نفس ترین علی بعد فاطمه ای هم نفسترین علی بعد فاطمه قلبت میان قربت یک ماجرا شکست پیشانیت که گنبد مهراب را شکاف وقت هجوم تیغ به شیر خدا شکست اول جایی که ام بنیم دل شکست ضربت خوردن مولا بود ده سال پیر قصه اشک اصل شدیم آی مادر گفتم براتون این قد این خانوم احترام داشت زینب و بچه ها اونو مادر خطاب می ده سال پیر قصه عشق حسن شدی از زخمر زبان که دل مجتبا شکست بیت آخرم چشمای آماده بارش وقتی حسین رانده شد از شهر مادریش باید نوش حرمت آل عباب شکمت در آستانه شهادت و البنین حرف من با شما مردم همین دو خواهیم وقتی بشیر خبر و پسر عباس و کشتن گوه هرچه در این زمین و زیر این آسمان فدای حسین خبر از حسین بم بدین گو امال بل این دستای عباس تو قد کرده فرمود فدای حسین از حسینم چه خبر ام البلین مشکش و سوراخ گردن گفت میگم از حسینم چه خبر ام البلین با امود آهن فرق جوش گزده گفت فدای حسینم از حسینم چه خبر تا گفت حسینم یال نهر آب با لب تشنه به شهادت رسنده صدا و گریه او بلند شد هر رو اومد تو قبرستان بقیه گریه میگرد ای می گفت حسین 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 میگفتن گفتن ام البنین تو داغ چهار فرزند دیدی همه ذکر و نواب و غم و قصد شده حسین یه جمله گفته همه مادرها مادرای شهدا فیض بگیرم آخ جملش کمال ادبه فرمود ارز داشت بچه های من مادر دارم اما برا حسین گریه می کنم که مادری ندارم آی غریب مادر حسین مسلمانان حسین مادر ندارد قریب از دو جزی بر سر ندارد قریب از تو کسی بر سر ندارد خانمی که تا خورشید قامت داشت در رشادت با ابل فضلش رقابت داشت مادر باب الهوائج بوده با این حساب این زن از اول به فرزندش شباهت دا اللهم عجل ولی کل فرج ول و العافیت النس و جلنا من خیر اعوانی و انصاره گم شده نوکره توی دنیا که دور از این قافل افتاده حس میکنم که بینمون با یه مدت فاصله افتاده یه خواهشی دارم ازت ارباب با این که بی و نامردم برای زارم این دفعه آقا بازم میشه, دوباره بازم میشه دوباره برگردم بازم میشه دوباره برگردم میشه برگردم دم که و اشتباه نرم میشه برگردم میدم از در این سرا نرم میشه برگردم میشه برگردم میشه تو بکنم میشه باز رام بدی فرصتی باز بگی جوون خام بدی جوون خام بدی الاف <تصفح> قبول باشه ارز ارادتتون و انشاءالله خیلی زود به لطف حضرت ام البنین در کنار جنت البقی حاضر بشیم اون فضای خاکی رو تبدیل کنیم به صحن زیبا یک سقا خانه به نام فرزندش اول فضل عباس علیه السلام تأسیس کنیم و در کنار تربت این مادر غم دیده برای ارز ارادت حاضر بشیم انشاءالله خب ما قول دادیم در این برنامه قرعه کشی پرچم گنبد آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که همیشه زینت دکور ما و برنامه ما هست اون طرف قطعا دیدینش و هر ماه به یک نفر این پرچم رو به قید قرعه امانت می سپاریم و اون خانه میزبان تخفه ای از گنبد آقا قمر بنی هاشم علیه السلام می شود طبق معمول بین 1001 تا 5212 و و باید من قرعه کشی بکنم یه تعدادی از اعداد رو برای هزارگانمون بیرون بیارم و انشالله بتونم یک قرعه درستی رو انجام بدم صفر رو هم میگیرم شش رو هم اگر پیداش کردم خب بسم الله بگیم و دست در این تنگ تعیین کننده میچرخانیم و یک دونه گوی رو خب اولین گوی ما با عدد پنج از اونجایی که الان پنج هزار دیویس و دوازده ارز کردیم یعنی بین صفر یک و دو باید قرعه کشی بکنیم پس من یه تعدادی دیگه از این گوی ها رو باید باز کم کنم و صفر رو برگردونم یعنی چهار و سه رو از تو اینجا در بیارم دستام یاری میکنه بچه خب بین این ستا باید یک دونش رو انتخاب بکنیم تا خدمت شما آرزم که صدگان ما مشخص بشه و از اینجا به بعد دیگه تکلیف روشنه بسم الله الرحمن الرحیم آیا چنده دو جالبه خب الان دورم هم دیگه باید بندازم هم اینجا و همین با همین سه عدد ادامه بدیم قرآمون رو چون دوازده میخوایم دیگه یعنی دوازده نفر رو میخوایم البته همه رو برمیگردونیم احتمال داره دیویست و پنج بشه دیویست و سه بشه خب بسم الله الرحمن دهگانمون رو میخوایم انتخاب بکنیم یک خب الان برای اینکه یک رو معین بکنیم ما مجبوریم دوباره اعداد رو خارج بکنیم و سه عدد صفر یک و دو رو قرار بدیم یکی از این سه عدد تعیین کننده کد آخر ما هست پس چهار هشت شیش سه پنج گفتم به من چرا این جلیقام بشی گفتم جیباش یه روزی به کارم میاد هشت نه و الان شد سه تا گویه یک دو و سف بین اینا میخوام حالا یکانم رو انتخاب بکنم بسم الله الرحمن بچه ها این دوربین نشون بدی تو تدوین که بعد نگنسه یه نگاه کرد در من نگاه به این یکی دوربینه ولی رو نشون بدی باورتون نمیشه چیزی که باید میشد شد دو مبارک باشه پنج هزار و دیویست و دوازده بعضی وقتها از ته میچینن میان بالا مبارکتون باشه شبکه جهانی بیت علیه السلام به پاس تشکر و قدردانی از همیاری مالی کسانی که ماهیانه با مبلغ 100 دلار ما را در تأمین هزینه های فرکانس شبکه یاری می کنند سواب پخش یک روز از برنامه های شبکه را به نام یک نفر از اموات شما اهدا می کنند عزیزانی که قصد شرکت در این طرح را دارند می توانند عبارت هدیه بهشتی را به سامانه 1990 164 76 و یا واتساپ به شماره 0990 164 76 86 ارسال نماید و اما همیار مالی عزیزی که میزبان دریافت پرچم گنبد آقا قمر, ب... قمر بنی هاشم صلوات الله و سلام علیه می شود کسی است که با شماره 0994 و چهار شماره آخرشون 31 35 ان شاء الله دوستان ارتباط میگیرند و این پرچم زیبا و دوست داشتنی رو با احترام کامل به منزل ایشان خواهند برد و چند روزی از حضور یک همچین وسیله و واسطه خیر بهرمند خواهند شد و انشاءالله لذت این داشتن همچین مهمانی رو میبرد میدانم حسرت دل خیلی از شما مردمه که ای کاش توی این قره کشی نام ما آمده بود یا ما میزبان این پرچم بودیم چون پیام های گروهی و پیام های شخصی بسیار برای من میاد که آقا سید ما چیکار کنیم پرچم رو ولو برای همون چند روزی که شما میگید داشته باشین، من تنها حرفی که میتونم بزنم و پاسخ اینه که یکی از وسایل تشکر ما از بانیان خیر ش... مثل شما مردم در امر همراهی و همیاری نشر معارف حالا به هر میزانی که شما دارید خدمت میکنید و کمک میکنید یکی از راه های ما این بوده که یک همچین سمن و ای رو مهمان منازل شما بکنیم. از صاحب این سفره معظم میخوام که توفیق ما رو بیشتر بکنه در خدمتگذاری به شما و بلکه تعداد بیشتری از این پرچم های مزین به نام قمر بنی هاشم صلوات الله و سلام و علیه و میهمانی که بوده است در کنار قمر بنی هاشم داشته باشیم و تعداد بیشتری رو بتونیم میزبان کنیم شما دعا بفرمایید آمینش رو بگید خدمتگذاریش از ما و اما برنامه امشب ما تا اینجا به پایان رسید حکایت همچنان باقیست. امیدوارم که پیام هایی که روزهای آتی به شماره 2098-993-323-575 برای برنامه دخیل ارسال میفرمایید از طریق پیامک یا از طریق واتساب حاوی این باشه که ما از قبل این سفره حضرت امول بیمارمون لباس حافیت به تنش پوشیده شد حاجتمون رو گرفت این جوانمون آبرومند بود به خانه بخ رفت قرضمون رو دادیم بی خانمان بودیم یا الله همه هوایجتون رو انشالله گرفته باشیم ممنونم از حضورتون و امرایتون تا یک شب جمعه و برنامه داخل دیگه همه به خدای منان می سپارم سلامت و تندرست باشید یا علی تو دورم چرا نمی به خون نشست گلویم ز بغز دور